سلام، حمیدرضا طاهری هستم. قسمت 10 آموزش برنامه نویسی پایتون بدون معطلی وارد آموزش میشم. اولین کاری که انجام میدم کلیک راست میکنم روی صفحه نیو، میزنم یه دونه فولدر درست میکنم، اسمش میذارم 10، بغلش میکنم روی وی اس کد رهاش میکنم. الان توی پوشه 10 یه دونه فایل از اینجا درست میکنم، اسمش رو میذارم هر چیزی که دوست داشتم، من میذارم 10.py. توی این قسمت ما میخوایم از کاربر ورودی بگیریم، یعنی شما مثلا یک متغیر داری x برابر هست با 32 هر عددی که خودتون میدونید، این از توی خود برنامه 32 رو درون x قرار میداد، ولی الان من میخوام کار دیگه انجام بدم. بیام چه کار کنم؟ بگم این x اوکی دیگه از کاربر بگیر، میام از اینپوت استفاده میکنیم، اینپوت پرانتز باز و بسته. الان از ورودی هر چیزی ما وارد کنیم درون اون x قرار میگیره. اوکی الان میگم اون x رو چاپ کن، پس میگم پرینت کن پرانتز باز و بسته درونش x رو. یه بار اجرا میکنم ببینم چی میشه. اینجا کلیک میکنم، اینجا الان از ما منتظره که یه دونه ورودی وارد کنیم. ما میام یه عدد وارد میکنیم، یک رشته رو وارد میکنیم. من میزنم 32 رو چاپ میکنه بچه‌ها. اوکی الان رشته بود، رشته هم چاپ میکنه. اینجا یه نکته که وجود داره، این اینپوتی که ما زدیم هر چیزی که از ورودی میگیره رو در مرحله اول میاد str در نظر میگیره، رشته در نظر میگیره. یعنی چی؟ یعنی که اگه من بیام ورودیم رو یک بار دیگه ران بگیرم، این بار اینجا بزنم 32، خب اصخایی میکنم، میام اینجا مثلا میگم x به اضافه 2، میخوام یعنی یه دونه integer هست با یه دونه string چی بشه؟ جمع بشه. اوکی الان ران میگیرم، اینجا من میزنم 32، یه دونه ارور از من میگیره. اوکی برای که متوجهش بشین یه بار کامل پاک میکنم. نگاه کنید بچه ها، این چیزی که الان رفته درون x قرار گرفته، تحت هر شرطی هر چیزی وارد کنیم استرینگ هست، ولی ما الان میخوایم پرینتش کنیم x به اضافه 2 رو. پس هر چیزی که اینپوت میگیره چیه؟ رشته هست. پس این انجام نمیشه، ارور میگیره. به خاطر همین اگر من یه دونه ران بگیرم اینجا عدد وارد بکنم، از من یه دونه ارور میگیره و این اروره میگه چی؟ میگه not integer. اوکی باید تبدیلش کرد. کدوم رو؟ x رو. برای که x رو تبدیلش کنید میومدیم چی کار میکردیم؟ میگفتیم ax تبدیل بشو به int، پرانتز باز، اینجا پرانتز بسته. اوکی اول این x تبدیل میشه به int، بعد به اضافه 2 میشه. من ذخیرش میکنم، یه بار دیگه ران میگیرم، اینجا میزنم 32 به اضافه 2 شوشو 4. پس از ورودی اگر بخوایم چیزی بگیریم از کلمه اینپوت استفاده میکنیم. پرانتزش رو حتما یادتون باشه بذارید، فراموش نکنید. در نکته ای که اینجا هم وجود داشت این بود که این اینپوت چی بود؟ str بود، string بود، رشته بود. برای اینکه با یه چیزی بخواید جمعش کنید که integer باشه یا حالا هر چیز دیگه باشه، باید اون رو تبدیل کنید که ما این مثال هم زدیم. این تا اینجا. ما یه کار دیگه هم میتونیم با این اینپوت انجام بدیم. نگاه کنید وقتی شما اجرا میکردید این فقط منتظر بود که شما یه دونه عدد اینجا وارد کنید، ولی میتونیم یه کار شیکتر انجام بدیم. من این رو پاک میکنم، میگم x برابر هست با اینپوت. این بار درون پرانتز ما میتونیم یه کاری انجام بدیم. میام کوتیشن باز کوتیشن بسته میذارم، میگم مثلا how old are you. اوکی پرانتز ببخشید علامت سوال. الان میگم چیکار کن؟ میگم پرینت کن x رو. خب الان ذخیرش میکنم و ران میگیرم. اینجا اون متنی که درون اینپوت تو پرانتزش رو گذاشتیم اینجا نوشته و اینجا هم منتظره تا من چیکار کنم؟ اون سنم رو وارد کنم. من میزنم 32 و 32 رو برای من چاپ میکنه. حالا هر عملیاتی که دوست داشتید میتونه از ورودی بگیرید، برزید در نهی متغیر، عملیات روی اون متغیر انجام بدید و بعد در خروجی چاپش کنید. این یه نکته. نکته دوم، شاید توی برنامه‌تون پرینت الان نباشه، بخواید اصلا همون موقع زیر خط اینپوت پرینتش بکنید، همون اول کار شما میتونید یه کار تمیزتر انجام بدید. همون لحظه که اینپوت گرفت اون رو برد توی ایکس قرار داد، همون لحظه بگید اینت کن ایکس رو. اوکی بعد این رو چیکار کن؟ بریز توی x. الان دیگه هر جایی از برنامه فکر کنید مثلا 8 خط کد نوشته، توی خط 8 شما میگید پرینت کن x رو. یه دونه cls اینجا میزنم، ران میگیرم، how old are you 32. 32 رو برای من چاپ میکنه. من میتونم تایپش هم بگیرم، ببینم این تایپی که میگیرم چه تایپی بهم میده. من اینجا cls میزنم، ران میگیرم،
CO2 کلاس اینت، اینجا دیگه تبدیل شده، این x تبدیل شده. اوکی خب بریم سراغ مبحث بعد. یه کوچولو کار با متغیرها رو توی همین بهتون بگم. نگاه کنید بچه ها، ما قرار این یکم حالت جزئیاتی داریم میریم جلو، خیلی ریزویز هست. شاید توی آموزش‌های اگر یک کوچولو فشرده‌تر هم در نظر بگیرید، الان خیلی مباحث دیگه رفته بودیم جلو، ولی این با مثال حل کردن رو باعث میشه که شما این درک وسیع از این داشته باشین و هر جا و هر نیازی که داشته باشین بتونین حلش کنین. یکم صبر داشته باشین، به مراحل به قسمت‌های بالاتر که رسیدین انشالله وارد هر مسئله ای که بشین دیگه به راحتی شما خودتون سریع حلش میکنه. یکم طولانی داره میشه این آموزش های ابتدایی، اولیش این پایه آموزشتون رو بهتر میکنه. یک چیز دیگه اینجا اضافش بخوام بکنم به این برنامه، x رو مثلا برابر میکنم، همون عددی که مثلا من سنم رو گرفته، مثلا میام چیکار میکنم، میگم x مثلا منهای 25 بشه، بریزه درون x بعد چاپش کنه. این دیگه تایپش رو نمیخوام، میخوام بگم که شما این جزئیات این برنامه هایی که از مثلا یک خط یک خط هست میتونه تبدیل بشه به برنامه های بزرگتر کنار هم که قرار میگیره، تبدیل میشه به یک برنامه بزرگتر. شاید تو مرحله اول بگیم به چه کار ما میاد، داره فقط یه دونه عدد میگیره، ولی قراره یه سری محاسبات ها روش انجام بشه و این محاسبات ها در مرحله آخر مثلا میانگین کارنامه تمام دانش آموزا رو مثلا میخواد در بیاره، در نهایت میخواد پرینت بشه. ولی شما مثلا پرینت رو یاد گرفتی، یه سری کارها از عملگرا یاد گرفتی، تغییر متغیرها رو و گرفتن ورودی مثلا توی همین چند خط کد که امروز در موردش گفتیم. پس عجله نکنید و شروع کنید با همین مثالا یکی یکی تست زدن. این رو یه دونه اجرا بگیرم و برم یکم در مورد عملگرها صحبت کنم. خواستم CLS بزنم اشتباه زدم. خب حالا یه سری عملگرها ما اینجا داریم. یکی از عملگرها که مساوی هست که شما اوکی میدونید. الان یه چیز دیگه ما داریم به نام به اضافه مساوی با اوکی. این کاری که انجام میده چیه؟ نگاه کنید بچه ها، من میگم چی؟ میگم x برابر هست با مثلا x به اضافه 1، میاد x به اضافه 1 میکنه، میفرستش درون x یا حالا هر متغیر دیگه که اینجا هست. چرا x؟ من میذارم مثلا y که تکراری نشه. خب الان x به اضافه 1 شد ریخت درون y. حالا این عملگره که دیگه فهمیدیم که این مساویه باعث میشه که هر چیزی جلوش هست ریخته میشه درون y. این به اضافه مساویه چی هست؟ شما میتونین همون این خط کد شماره 1 رو به یه طریق دیگه هم داشته باشید. حالا شاید بگیم که چرا سختش کنیم یا این چرا یکم عجیب غریب تره همون روال عادیش، ولی باید گفته بشه. کاری که انجام میدید شما میگید x به اضافه مساویه 1، خط شماره 3 با خط شماره 1 هیچ فرقی با هم دیگه نداره. بعضی جاها میتونید اینجوری استفاده کنید. اصلاً نمی‌کنم اینجا کردمش، وای معذرت می‌خوام برش می‌گردونم به همون x. توی برنامه‌هامون امکان داره جایی باشه که بخوایم همون متغیر رو به اضافه منهای یا یک عملیات روش انجام بدیم، دوباره بریزیم درون همون متغیر. در اون سری از کدها یا نیازها شما می‌تونید به این طریق هم بنویسید. میگید چی؟ میگید x به اضافه 1 رو بریز درون x. می‌تونید همین کار رو اینجوری انجام بدید، بگید x به اضافه مساوی 1 و تمام میشه. یعنی همون کار رو انجام میده. الان من اینجا یه دونه پرینت میگیرم، پرانتز باز x رو میزنم، اوکی اینو دیگه پاک میکنم، اینم میگم مثلا ذخیرهش میکنم، ران میگیرم. معذرت میخوام اول به x یه دونه مقدار میدم، میگم x برابر هست مثلا با 10 و اینجا میگم چی؟ میگم x به اضافه 1 کن. اوکی یه بار ران بگیرم، ذخیرهش میکنم، ران میگیرم، میاد یه دونه یک به ایکسمون اضافه میکنه میشه 11، میاردش درون خروجیمون چاپ میکنه. اوکی الان من میام چیکار میکنم؟ میگم ایکس مساوی با ایکس به اضافه 1 به صورت دیگه بنویس، بنویس ایکس به اضافه مساوی 1. همون عملیات رو برای من انجام میده. من این رو CLS میزنم پاک میکنم و ران میگیرم و 11 رو در خروجی برای من چاپ میکنه. حالا همین روال ایکس به اضافه مساوی 1 رو در نظر بگیریم، ما منها مساوی هم داریم، ضرب مساوی هم داریم، تقسیم مساوی رو داریم و و و. اینج عملگرها رو در نظر بگیریم. بچه‌ها اینم باقی مانده هست، نمیدونم قبلا گفتم که قطعا باید گفته باشم، باقی مانده مساوی هم
داریمش. به همین روال عملگرها رو شما میتونید توی نوشتن کدهاتون خلاصه نویسی این سبکی هم داشته باشید، بعد از جاها سریع‌تر میشه و این خیلی خوبه. این تا اینجا. و در نهایت یک نکته باید بهتون بگم بچه ها، چون که من یه جا به جایی داشتم هم روی لپتاپ رو انجام میدم، هم اینکه مکانم یکم تغییر کرده و یک سری سر صداها داره توی این محیطی که دارم ضبط میکنم، میاد به بزرگواری خودتون ببخشید. همچنین ممنون میشم لایک و نظر بذارید، به واسطه لایک شما آدمای بیشتری این ویدیو رو میبینن و حمایت بزرگی است برای من. ممنون که تا اینجا با من بودید. تا قسمت بعد، خدا نگهدار. بازم بغزت، خدا نگهدار.